بابک، این نخستین بار نیستش که اسرائیل میخواد دغدغه‌هاشو در مورد مذاکرات هسته‌ای مطرح بکنه. پیشتر گفته شد که آمریکا آزادی عمل اسرائیل رو هم به رسمیت شناخته. از تو بشنویم جزئیات بیشتر. باید گفت اسرائیل به عنوان یکی از سرسخت‌ترین مخالفان برجام سال 2015 بسیار نگران از توافقی هستش که به نظر میاد که داره پا میگیره، و اگر این توافق آن توافقی باشه که اسرائیل با اون موافق نیستش و اون رو یک توافق بد میخونه و حتی توافقی باشه مانند سال 2015، در اسرائیل گفته میشه که ایالات متحده بسیاری از ابزارهای فشار خودش رو از دست خواهد داد و در نتیجه اسرائیل باید خودش را برای سناریوهای جدیدی آماده بکنه. امروز خولتا مشاور امنیت ملی اسرائیل پیش از پرواز به ایالات متحده گفتش که اسرائیل خودش را برای همه این سناریوها آماده کرده و حتی میلیاردها دلار خرج این سناریوها کرده. همانطوری که گفتی، آقای بنت نخست وزیر اسرائیل هم گفت آمریکا آزادی عمل اسرائیل را در رابطه با برجام پذیرفته و جو بایدن میداند که اسرائیل خودش را متعهد به هر برجامی که امضا بشه نمیدونه. در هر حال معلوم نیست که آیا آقای خولتا برای جو بایدن هم پیامی از طرف مقامات اسرائیلی برده و یا نه، ولی او قرار هستش که با جک سلیوان صحبت بکنه و سناریوهای مختلفی را در رابطه با برجام بررسی بکنه. خولتا پیش از پرواز همانطوری که گفتم گفتش که ما گفتگوهای عمیقمون را تقریبا هر روزه با تلفن با جک سلیوان انجام خواهیم داد، اما گاهی باید رو در رو با هم دیگه گفتگو بکنیم و به نظر میاد که تا وقتی که برجام به سوی نقطه حساس خودش پیش میره، نگرانی های اسرائیل هم افزایش پیدا میکنه. ممنونم از تو همکارم بابک اسحاقی، با ما همراه بودیم.